به نام خدا، سلام بر شما. خب امروز چند اتفاق جوی قرار رخ بده. اولا بخش‌های شمالی کشور کاهش دمار اتفاق میفته، تا 8 درجه میتونه این خنکی حس بشه. لحظات پیش نگاه میکردم کرج نسبت به روز قبلش 7 درجه از گرمای دیروزش کاسته شده بود. قومی ها منتظر باشن برای کاهش دما، قومی هایی که این روزها روزهای نسبتا گرمی رو دارن پشت سر میگذارن. برعکس در بخش‌های جنوبی کشور دمای بالای 50 درجه رو باید تحمل و تجربه کنن، از جمله در جنوب ایلام، خوزستان، همینطور شرق استان کرمان که این گرما به اوج خودش میرسه. بوشهری‌ها منتظر گرما باید باشن گرم‌ترین روزهای سال، هرمزگانی‌ها به همین ترتیب. امروز هم در بخش‌های جنوبی سیستان و بلوچستان، شمال و شرق هرمزگان و جنوب استان کرمان باید منتظر رگبار و رعد و برق در ساعات شب باشیم. در شرق کشور جایی مثل زابل، جایی مثل نهبندان، جایی مثل سردیشه وزش باد در حد خیزش گرد و خاک است. این وزش بادی که عرض می‌کنم در استانهای مثل تهران، جنوب تهران و همینطور قم، استان مرکزی، استان اصفهان و بخش‌هایی از جنوب و جنوب غرب کشور، در اونجا هم باعث گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا و کاهش دید خواهد شد. در سواحل دریای خزر دیروز ما هشدار صادر کردیم. بارش ها در گیلان، مازندران و گلستان به خصوص به دور از ساحل، یعنی در دامنه و ارتفاعات قابل توجه، احتمال برخورد صاعقه هستش. چوپانان اگر ما رو میبینن آگاه باشن، از صعود به ارتفاعات چشم پوشی کنن، اصلا شرایط مساعد نیست چون برخورد صاعقه احتمال زیاده. آبهای شمالی کشور متلاطم خواهد شد، ارتفاع موج در مناطق فراساحل تا 2 متر هم میتونه برسه. بنابراین اصلا شرایط برای شنا در دریای خزر این یکی دو روز آتی مهیا نیستش. در جنوب شرق سواحل دریای عمان هم آبها متلاطم و مواج خواهد بود. حتما از این دریچه ما رو دنبال بفرمایید. فعلا خدا نگهدار.